بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. حمیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. حمیم. نزول این کتاب از جانب خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت صورت گرفته است. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. آسمانها و زمین و آنچه را در میان آنهاست جز به حق و برای مدت معینی نیافریدیم، ولی کافران از آنچه بیم داده می شوند التفات نمی کنند و از آن رو گردانند. قل ارائیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم این کنتم صادقین. بگو آیا معبودان را که جز خدا نیایش میکنید دیده اید؟ چی چیز را در زمین آفریده اند؟ اگر چیزی را آفریده باشند به من نشان دهید، یا برای آنها در آسمانها مشارکتی وجود دارد؟ برای اثبات این ادعا به من کتابی را پیش از این قرآن نشان دهید یا نشانه ای را از علم ارائه کنید اگر راست میگویید. و من اضل من یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامت و هم عن دعائهم غافلون. کیست گمراه‌تر از آن که جز خدا کسی را نیایش می کند که تا روز قیامت او را اجابت نمی نماید و ایشان از نیایش پیروانشان بی خبرند. و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء و كانوا بعبادتهم كافرين. و چون مردم حشر شوند معبودان باطلشان دشمنانشان خواهند بود و از عبادتشان منکر می باشند. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَچون آيات روشن ما و ایشان خوانده شود آنانی که از حق انکار ورزیده اند در برابر حقی که برای آنها آمده میگویند این سحر آشکار است. ام یقولون افتراه قل این افتریته فلا تملکون لی من الله شیئا هو اعلم بما تفیضون فیه کفا به شهیدا بینی و بینکم و هو الغفور الرحیم. یا میگویند پیامبر آن را افترا کرده است. بگو اگر من آن را افترا کرده باشم نمی توانید چیزی را از خشم خدا از من باز دارید. او به چیزهای بی ضرورتی که درباره من می گویید داناتر است و او به حیث گواه میان ما و شما بسنده است و اوست آمرزنده و مهربان. قل ما كنت بدعا من الرسل و ما ادری ما يفعل بی ولا إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. بگو من نمونه نایابی از پیامبران نیستم و نه می دانم که با من چی می شود و نه هم می دانم که با شما چی می شود. من جز چیزی را که با من وحی می شود پیروی نمی کنم. من نیستم مگر بیم دهنده آشکار. قل أرأيتم إن كان من عند الله
كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بگو بنگرید اگر قرآن از جانب خداوند باشد که یقینا هست و شما از آن منکر شدید و گواهی از بنی اسرائیل بر اساس کتاب مثل آن تورات بر حقانیت آن گواهی دهد و او به آن ایمان آورد و شما از آن با تکبر انکار کنید، آیا شما ستمگار نیستید؟ بیگمان خداوند مردم ستمگار را رهیاب نمی سازد. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. کافران به مسلمانان گفتند اگر اسلام خوب می بود ایشان بر ما به سوی آن پیشی نمی گرفتند و چون به آن رهیاب نشدند به زودی می گویند این یک دروغ قدیمی است. و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه و هذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا و بشرا للمحسنین. و پیش از این قرآن کتاب موسی پیشوای بود و مرحمتی و اکنون این کتاب تصدیق کننده کتب پیشین است و به زبان عربی نازل شده است تا ستمگاران را بیم دهد و بشارت برای نیکوکاران شود. این الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بیگمان آنانی که گفتند پروردگار ما خداست و سپس بر آن پایدار ماندند بر ایشان هیچ ترسی نیست و نه هم ایشان اندوهگین می شوند. اولئک اصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما كانوا يعملون. ایشان اهل بهشتند در آن جودانه به سر می برند به حیث پاداش به اعمالی که انجام می دادند. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبإنسان توصية كرديم كبا فدر ومادر خيش نيكوي كند. مادرش او را با ناراحتی در شکم خود برداشت و او را با ناراحتی زایید و دوره حمل و از شیر بازگرفتنش 30 ماه است تا چون به سن رشد و پختگی خیش رسید و 40 ساله شد گفت ای پروردگار من مرا بر آن دار تا شکران نعمتی را که به من و به پدر و مادر من ارزانی کردی به جا آرم و تا چنان عمل صالح انجام دهم که به آن خوشنود شوی. برای من در دودمانم مردم صالح به میان آر. من واقعا به تو روی آوردم و من واقعا از مسلمانانم. اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اینهایند کسانی در زمره بهشتیان که از ایشان بهترین اعمالشان را قبول می کنیم و از بدیهایشان در می گذریم
وعده صادقانه ای که به ایشان وعده داده می شد. والذی قال لوالدیه اف لکما اتعدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما یستغیثان الله ویلك آمن ان وعد الله حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین. اما آن که به پدر و مادرش گفت اوف بر شما، آیا به من وعده می دهید که روز قیامت از قبر برآورده می شوم، در حالی که پیش از من نسل های زیادی درگذشتند و هرگز برانگیخته نشدند و ایشان پیوسته از خدا یاری می جویند و به وی می گویند وای بر تو، ایمان بیار، واقعا که وعده خدا حق است. ولی او در جواب می گوید این نیست جز افسانه های پیشینیان. اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرین. ایشان در زمره همان گروه جن و انسی هستند که پیش از ایشان گذشته اند. فرمان عذاب بر ایشان صادر شده است. ایشان واقعا زیانکار بودند. ولکل درجات مما عملوا ولیوفیهم اعمالهم وهم لا یظلمون. و برای هر کدام از ایشان مطابق به اعمالی که انجام داده اند درجاتی تعیین شده است و تا خداوند پاداش اعمالشان را ایفا کند و به ایشان ستمی نمی شود. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون. و روزی که کافران به آتش عرضه می شوند به ایشان گفته می شود در زندگی دنیوی خیش از چیزهای پاکیزه و دلخواه خیش برخوردار و از آن بهره‌ور شدید، اما به نسبت این که در روی زمین به ناحق تکبر می ورزیدید و به نسبت این که به فسق آغشته بودید امروز به عذاب اهانت آمیز مجازات می شوید. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. داستان هود برادر عاد را بیادار، زمانی که قومش را در سرزمین احقاف بیم داد، در حالی که بیم دهندگانی پیش از او و بعد از او گذشتند و اینکه جز خدا را نپرستید، واقعا من بر شما از عذاب روزی بزرگ میترسم. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا كنت من الصادقين. گفتند آیا نزد ما آمده ای که ما را از خدایان ما بازداری؟ پس اگر راست میگویی همان چیزی را که به ما وعده میدهی بیاور. قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون. هود گفت بیگمان علم آن تنها به نزد خداوند است و من به شما چیزی را که به آن فرستاده شده ام ابلاغ می دارم، ولی من شما را قومی می بینم که جهالت می ورزید. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب علیم تدمر کل
شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. سپس چون آن عذاب را به شکل ابر گسترده دیدند که به سوی وادی هایشان در حرکت است، گفتند این ابری است که برای ما باران می آورد. نه خیر، بلکه این همان چیزی است که با شتاب زدگی آن را خواستی. تون بادی است که در آن عذابی دردناک است که همه چیز را به حکم پروردگار خیش نابود می کند. پس به حالتی در آمدند که جز مسکن هایشان چیزی دیگری دیده نمی شد. به این ترتیب گروه مجرمان را جزا می دهیم. ولقد مکناهم فیما مکناکم فیه و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئدتا فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. و بیگمان ما ایشان را در چنان مکنت یعنی توانایی و قدرتی قرار داده بودیم که شما را در آن مکنت قرار ندادیم و به ایشان شنوایی، بینایی و دلهای اندیشمندی دادیم، ولی از ایشان شنواییشان، بیناییشان و عقلشان هیچ چیزی از عذاب خدا را دفع نکرد، چون از آیات خدا انکار می کردند و آنچه را مسخره می کردند ایشان را فرو گرفت. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. و بیگمان سرزمین های پیرامون شما را ویران ساختیم و نشانه های گوناگون را به معرض مشاهده ایشان قرار دادیم تا باشد که برای حق بازگردند. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. پس چرا آنهایی را که جز خدا برای تقرب به حیث معبود گرفته بودند و ایشان یاری ندادند، بلکه واقعیت این است که از نزدشان ناپدید شدند و این بود نتیجه دروغشان و چیزی که آن را افترا کرده بودند. و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین. و بیادار هنگامی را که گروه از جن را به سوی تو متوجه ساختیم تا به قرآن گوش فرادهند، چون به این محضر حضور یافتند، برخیشان به برخی دیگر گفتند خاموش باشید. هنگامی که قرائت تمام شد به سوی قوم خیش در حالی بازگشتند که آنها را هوشدار بیدارند. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. گفتند ای قوم ما، واقعاً کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده است، تصدیق کننده کتبی است که پیش از آن نازل شده است و به سوی حق و به سوی راه راست هدایت می کند. یا قومنا اجیبوا داعی الله و آمنوا به یغفر لكم من ذنوبكم و یجرکم من عذاب الیم. ای قوم ما، این دعوتگر خدا را اجابت کنید و به او ایمان آرید تا خداوند برای شما از گناهان شما بیامرزد و شما را از عذاب دردناک پناه دهد. و من لا یجب داعی الله فلیس بمعجز فی الارض و لیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین.
کسی که دعوتگر خدا را اجابت نکند پس در زمین عاجز کننده نیست، یعنی از عذاب خدا پناهگاهی در زمین نمییابد و برای او جز خدا یار و یاوری نیست. اینها در گمراهی آشکاری هستند. اولم یروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير. آیا ندیدند خدایی که آسمانها و زمین را آفرید و به آفرینش اینها ماندن نشد می تواند که مردگان را زنده کند؟ آری بیگمان او بر همه چیز تواناست. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس هذا بالحق قالوا بلا و ربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. و روزی که کافران به آتش عرضه می شوند از آنها پرسیده می شود آیا این حق نیست؟ می گویند آری، و به پروردگار ما سوگند که حق است. می گوید پس به سببی که کافر بودید عذاب را بچشید. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بنابراین صبر کن طوری که همه پیامبران اولو العزم شکیبایی ورزیدند و به عذاب آنها شتاب مکن، و روزی که آنچه را از عذاب به ایشان وعده شده ببینند برایشان می نماید که جز ساعتی از یک روز را درنگ نکرده اند. این هوشداری است. پس آیا جز مردم فاسق هلاک ساخته می شوند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. آنانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند خداوند اعمال ایشان را ضایع گردانید. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وآنانی که ایمان آوردند و عمل نیکو انجام دادند و به آنچه بر محمد نازل شد ایمان آوردند در حالی که این حق است از نزد پروردگارشان، خداوند از ایشان بدیهایشان را زدایید و حالشان را اصلاح کرد. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. این سببی است که کافران باطل را پیروی کردند و بیگمان مؤمنان از حقی که از نزد پروردگارشان است پیروی کردند و این ترتیب خداوند برای مردم همانندهایشان را مثال می‌زند. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
پس چون با کافران مساف می دهید، کار شما گردن زدنشان است، تا چون بر آنان چیره شدید، قید و بند را بر ایشان محکم گردانید. بعد از این یا منت گذاشتن است به این که آنها را رایگان آزاد کنید، یا فدیه گرفتن در برابر آزادی ایشان، تا این که جنگ بار خود را به زمین نهد. این است حکمی که باید از آن پیروی شود. و اگر خدا می خواست یقینا از ایشان انتقام می گرفت، اما جهاد را برای آن فرض گردانید تا بعض شما را به وسیله بعضی دیگر بیازماید. کسانی که در راه خدا کشته شدند، خداوند هرگز اعمالشان را ضایع نمی کند. سیهدیهم و یصلح بالهم، به زودی ایشان را هدایت می کند و حالشان را به صلاح می آورد. و یدخلهم الجنة عرفها لهم، و ایشان را به بهشت داخل می گرداند که اوصاف آن را به ایشان معرفی کرده است. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، ای مؤمنان اگر خدا را یاری کنید شما را یاری می کند و گام های شما را استوار می گرداند. والذین کفروا فتعس لهم و اضل اعمالهم، و اما کافران پس مرگ باد بر ایشان و خداوند اعمالشان را ضایع می کند. ذلك بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، این سببی است که آنچه را خداوند نازل گردانید ناخوشایند می انگاشتند، پس اعمالشان را هبطه کرد. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها، آیا در زمین سفر نکردند تا ببینند که عاقبت کسانی که پیش از ایشان دیدند چی شد؟ خداوند ایشان را هلاک کرد و برای کافران امثال این مجازات است. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، این سببی است که خداوند مولا و مددگار مؤمنان است و واقعا کافران مولا و مددگاری ندارند. این الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، بیگمان خداوند آنانی را که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند به باغهای داخل می گرداند که از زیر درختان آنها جویبارهای جریان دارد و کافران از مظاهر فریبنده دنیوی به همان گونه بهره اندوز می شوند و می خورند که چارپایان می خورند و سرانجام آتش مسکن ایشان است. و کأین من قریت هی اشد قوت من قریت کالتی اخرجت که اهلکناهم فلا ناصر لهم، ای بسا سرزمین هایی که مردم آن از مردم سرزمین تو جایی که تو را از آن بیرون کردن نیرومندتر بودند، ایشان را هلاک ساختیم و هیچ یار و مددگاری برای ایشان نبود. افمن کان علی بینت من ربه کمن زین له سوء عمله و اتبعو اهواءهم، پس آیا کسانی که دلیل روشنی از جانب پروردگار خود دارند مانند کسانی اند که زشتی عملشان برایشان زیبا جلوه داده شده و از هوای نفس خود پیروی کردند؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من
خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. صفت بهشتی که با پرهیزگاران وعده داده شده این است که در آن جویبارهایی است از آب پاکیزه که گندیده و بدبو نمی شود و جویبارهای از شیری که مزه آن تغییر نمی کند و جویبارهای از شراب طهوری که مایه لذت نوشندگان است و جویبارهای از عسل مصفا در آن برای ایشان از همه انواع میوه ها میسر است و نیز آمرزش از جانب پروردگارشان. آیا کسانی که در چنین حالت گوارای قرار دارند مانند کسانی بوده می توانند که همیشه در آتش بسر می برند و برایشان آب جوشان نوشانیده می شود که روده هایشان را پارچه پارچه می کند؟ و من هم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندك قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. و از میان ایشان کسانی اند که به تو گوش فرا می دهند اما چون از نزد تو می روند به کسانی که به ایشان علم داده شده می گویند آیا او یعنی پیامبر همین اکنون چی گفت؟ ایشان کسانی اند که خداوند بر دلهایشان مهر زده و هوای نفس خود را پیروی کردند. والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. و اما آنانی که رهیاب شدند خداوند بر هدایتشان افزود و به ایشان تقوایشان را ارزانی فرمود. فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم. پس آیا جز قیامت که ناگهانی به ایشان می آید انتظاری دارند؟ در حالی که همین اکنون بعضی نشانه های آن آمده است، پس چون قیامت به ایشان فرا رسد چگونه برایشان پندشان سودمند خواهد شد؟ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. پس بدان براستی جز خدا معبودی نیست و از گناه خود و مردان مسلمان و زنان مسلمان آمرزش بخواه. خداوند جای گشت و گذار و محل بود و باش شما را می داند. و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم. مؤمنون میگویند چرا سوره در مورد جهاد نازل نمیشود؟ ولی وقتی که سوره محکمی یعنی سوره که حکم آن قاطع و معنای آن روشن است نازل شود و در آن جنگ ذکر کرده شود، آنانی را که در دلهایشان مرض است میبینی که با سوی تو با نگاهی کسی که از مرگ بر او بیهوشی عاید شده نظر میاندازند، پس مرگ به ایشان بهتر است. طاعت و قول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. شایسته حالشان فرمانبری و سخن نیکوست و چون فرمان جهاد قطعیت یافت پس اگر با خدا صادق باشند این برایشان بهتر است. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا
ازحامكم. پس در صورتی که شما سرپرست امور مردم شوید، آیا فکر نمی کنید که در زمین فساد کنید و صله رحم خیش را قطع نمایید؟ اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم. آنهایند کسانی که خداوند ایشان را لعنت کرده است، پس آنها را کس ساخت و چشمانشان را نابینا گردانید. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. پس آیا در قرآن فکر نمی کنند یا بر دلهای ایشان قفله های بازدارنده از فهم آن نهاده شده؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم بما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم. بیگمان آنانی که بعد از روشن شدن راه حق به ایشان به عقب خیش برگشتند، شیطان برای آنها این امر را زیبا جلوه داد و ایشان را به آرزوهای دور و درازی فریفت. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. این سبب است که ایشان به کسانی که چیزی را که خداوند نازل گردانیده ناخوشایند می انگاشتند، می گفتند در بعضی امور از شما پیروی خواهیم کرد، در حالی که خداوند اسرارشان را می داند. فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. پس حال ایشان چی خواهد بود وقتی که فرشتگان روحشان را در حال قبض کنند که بر روحها و پشتهایشان بزنند؟ ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. این سبب است که ایشان چیزی را پیروی کردند که خشم خدا را برمی انگیزد و رضای او را ناخوشایند می انگاشتند، پس اعمالشان را هبطه کرد. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم. یا آنانی که در دلهایشان مرضی است، پنداشتند که خداوند هرگز کینه هایشان را آشکار نمی گرداند؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. اگر بخواهیم ایشان را به تو نشان میدهیم و تو آنها را از روی قیافه هایشان میشناسی، آنها را از لهجه کلامشان حتما خواهی شناخت و خداوند اعمال همه شما را میداند. ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو اخباركم. ما شما را حتما آزمایش میکنیم تا مجاهدان شما و شکیبایان شما را متمایز گردانیم و تا اخبار شما را مورد آزمون قرار دهیم، یعنی اخبار را که از شما میرسد آشکار کنیم. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. بیگمان آنانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند و با پیامبر مخالفت ورزیدند، بعد از اینکه راه حق به ایشان روشن شد، هیچ زیانی به خداوند رساندن نمی توانند و به زودی اعمالشان را هبطه می کند. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. ای مؤمنان، خدا را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و اعمال خیش را ضایع نسازید. این
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. آنانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند و در حالی که کافر بودند مردند، پس خدا هرگز ایشان را نمی آمرزد. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. هرگز سست مشوید و دشمن را به صلح زلتبار فرا نخوانید، در حالی که شما غالب هستید، خداوند با شماست و او هرگز اعمال شما را ضایع نمی کند. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و این تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم و لا یسألکم اموالکم. بیگمان زندگی این دنیا بازی است و بیهودگی، و اگر ایمان آرید و پرهیزگار شوید، خدا پاداش شما را می دهد و از شما دارایی های شما را نمی خواهد. این یسألکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج اضغانکم. اگر از شما آنها را بخواهد و بر این تقاضا بر شما اصرار نماید، بخل می ورزید و کینه و خشم شما را آشکار می سازد. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. آگاه باشید، شمایید که به خرج کردن در راه خدا فرا خوانده می شوید، با این هم بعضی از شما بخل می ورزند و هر که بخل کند به خود بخل می کند و خدا بی نیاز است و شما محتاج هستید. اگر از داد و دهش روی برتابید، خداوند به عوض شما قوم دیگری را می آورد و باز ایشان همانند شما نیستند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. اینا فتحنا لک فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. بیگمان برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم تا خداوند از کوتاهی هایی که در گذشته از تو به عمل آمده یا در آینده به عمل خواهد آمد درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام کند و تو را به راه راست رهنمون شود و تا تو را به پیروزی نیرومندی پیروز گرداند. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله علیما حکیما. هم اوست که در دلهای مؤمنان آرامش فرو فرستاد تا با ایمان خیش ایمانی بیافزایند. لشکرهای آسمانها و زمین از آن خداست و خداوند دانا و با حکمت است. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. تا مردان و زنانی را که ایمان دارند به باغهای داخل گرداند که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و در آن جاودانه به سر برند و تا از ایشان بدیهایشان را بزداید
و این در نزد خدا پیروزی بزرگی است. و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. و تا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که با خدا گمان بد میبرند مجازات کند، بر ایشان گردش بد حوادث و سختی روزگار مسلط باد. خداوند بر ایشان خشم کرد، ایشان را لعنت نمود و برای ایشان آتش دوزخ را آماده ساخت، و دوزخ چی بد جای بازگشت است. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما. لشکرهای آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بیگمان تو را به حیث گواه بشارت دهنده و اختار دهنده فرستادی تا به خداوند و پیامبر او ایمان آوری و دین او را یاری دهید و او را تعظیم کنید و در صبح و شام او را به پاکی یاد کنید. این الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکث علی نفسه وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. بیگمان آنانی که با تو بیعت می کنند در واقع با خدا بیعت می کنند، ید خداوند بالای دست هایشان است، پس هر کسی که پیمان خیش را نقض می کند بیگمان به زیان خیش پیمان شکنی می کند، و هر که عهدش را با خدا ایفا کرد به زودی برای او پاداش بزرگ می دهد. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بزودی تخلف کنندگان از بادینشینان به تو خواهند گفت ما را اموال ما و خانواده های ما از اشتراک در این سفر باز داشت، از این رو برای ما آمرزش طلب کن. ایشان چیزی را به زبان خود میگویند که در دلهایشان نیست. بگو اگر خدا بخواهد به شما زیانی برساند یا بخواهد به شما سودی برساند، کیست که برای شما از اراده خدا چیزی را مانع گردد؟ آری خداوند به اعمالی که انجام می دهید آگاست. بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا و زین ذلك فی قلوبكم و ظننتم ظن السوء و کنتم قوما بورا. واقعیت این است که شما گمان کردید که پیامبر و مؤمنان به خانواده های خیش هرگز بر نخواهند گشت، و این امر به دلهای شما زیبا جلوه داده شد و گمان بد کردید و شما مردم تباه شوینده بودید. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. و کسی که با خدا و پیامبر او ایمان نیاورد پس برای کافران آتش فروزانی را آماده کردیم. ولله ملك السماوات والأرض
یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و کان الله غفورا رحیما. پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداست، هر کی را بخواهد می آمرزد و هر کی را بخواهد مجازات می کند و خداوند آمرزنده و مهربان است. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. وقتی که به سوی غنیمت حرکت کنید تا آن را بگیرید، مخالفان فوراً میگویند به ما اجازه بدهید که شما را پیروی کنیم. ایشان میخواهند کلام خدا را تبدیل کنند. بگو هرگز به دنبال ما نیایید، خداوند از پیش چنین گفته است. و خواهند گفت بلکه به ما حسد میورزید. واقعیت امر این است که ایشان درک نمی کنند جز اندکی. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او مسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. پس به متخلفان از بادیه نشینان بگو به زودی به سوی قوم فراخوانده می شوید که نیروی سخت جنگی دارند که با ایشان جنگ می کنید یا آنکه مسلمان شوند. اگر فرمان بردید خداوند شما را مزد نیک می دهد و اگر رو گردانیدید همچنان که پیش از این رو گشتاندید شما را به عذاب دردناک مجازات می کند. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. بر نابینا حرجی نیست و نه هم بر لنگ حرجی است و نه هم بر بیمار حرجی است، یعنی اینها مجبور نیستند به جنگ اشتراک کنند. هر کس که خداوند و پیامبر او را فرمان برد خداوند او را در باغهای جاگزین می سازد که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد و هر کس که رو می گرداند خداوند او را به عذاب دردناک مجازات می کند. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم و اثابهم فتحا قریبا و مغانم کثیرة یأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. بیگمان خداوند از مسلمانان خوشنود شد هنگامی که با تو در زیر درخت بیعت کردند و چیزی را که در دلهای ایشان بود میدانست، از این رو بر ایشان آرامش فرو فرستاد و ایشان را با پیروزی فوری پاداش داد و نیز با غنیمت‌های بسیاری که به دست می آورند. و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. خداوند به شما غنیمت های زیادی را وعده داده است که آنها را به دست می آورید و این را به شما به زودی فراهم کرد. در عین حال دست مردم را از شما باز داشت
تا این برای مؤمنان نشانه ای باشد و تا شما را برای راست رهنمون کند و نیز پیروزی ها و غنایم دیگر است که شما بر آن دست برد نزده اید ولی خداوند بر آن احاطه کرده است و خداوند بر هر چیز تواناست. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. اگر کافران با شما جنگ می کردند یقینا عقب نشینی می نمودند و در آن وقت نه حامی داشتند و نه هم مددگاری. سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این است روش خداوند که در گذشته جریان داشته، در روش خداوند هرگز تغییری نمی‌یابی. و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنکم ببطن مکه من بعد ان اظفرکم علیهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم اوست که در داخل مکه دستشان را از شما و دست شما را از ایشان باز داشت بعد از آن که شما را بر ایشان پیروز گردانید و خداوند به آنچه می کنید بیناست. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما. هم ایشانند که کافر شدند و شما را از داخل شدن به مسجد حرام باز داشتند و رساندن هدی را به جای مشخص آن مانی شدند و اگر این ترس موجود نمی بود که مردان مسلمان و زنان مسلمان هستند که شما ایشان را نمی شناسید و مبادا آنها را پایمال کنید و شما به نسبت این آسیبی که بر ایشان وارد می شود ناآگاهانه مرتکب زیان یعنی گناهی می شدید، در آن صورت خداوند به شما اجازه می داد که از راه استعمال قوه داخل مکه شوید و تا خداوند هر کسی را که بخواهد در رحمت خیش داخل نماید. اگر مؤمنان خود را کنار می کشیدند کسانی از ایشان یعنی اهل مکه را که کافر شدند به عذاب دردناکی عذاب می کردی. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیت فانزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنین وألزمهم كلمة التقوى وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. در آن فرصت که کافران در دل خود ننگ را، ننگ جاهلیت را نیرومند گردانیدند، خداوند آرامش خیش را بر رسول خیش و مؤمنان فرو فرستاد و برای ایشان کاربرد تقوا را لازم گردانید. آره، ایشان با کار برد تقوا از هر کسی دیگر سزاوارتر بودند و اهل آن بودند و خداوند به هر چیز داناست. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم و مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. حقا که خدا این خواب پیامبر خود را راست گردانید که اگر خدا بخواهد واقعا به امن و آرامش و بدون خوف به مسجد حرام داخل می شوید، در حالی که موهای سرهای خود را بعد از بجا کردن مراسم عمره می تراشید
و کوتا می کنید. پس خداوند آنچه را که شما نمی دانستید می دانست و پیش از این و پس از بسر رسیدن این رویا پیروزی نزدیکی را به شما میسر گردانید. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و خداوند به حیث شاهد کافی است. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم محمد پیامبر خداست و آنانی که با او هستند در برابر کافران سرسخت و قوی و در میان خودشان مهربانند. همواره ایشان را رکوع کنان و سجده کنان میبینی و فضل و خوشنودی خدا را میجویند. نشانه هایشان در روحهایشان از اثر سجده آشکار است. این است صفتشان در تورات و صفتشان در انجیل. همانند دانه تخمی که جوانه خود را بیرون آرد سپس آن را نیرومند گرداند و باز سخت شود و بر ساقه خود استوار گردد به حدی که کشتمن را نمو و بزرگ شدن شگرف و بیدرنگ آن به شگفت می آرد تا خداوند به وسیله این پیشرفت بیدرنگ ایشان یعنی کافران را به خشم آرد. خداوند آنیده از ایشان را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به آمرزش و پاداش بزرگ وعده داده است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. ای مؤمنان بر خداوند و پیامبر او پیش دستی نکنید و از خداوند بترسید بیگمان خداوند شنوا و داناست. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أي مؤمنون آواز خيش را بر آواز پیامبر بلند نکنید و با او با آواز بلند سخن مگوید همانند این که یکی از شما بر دیگری بانگ میزند تا مبادا اعمال شما هبت شود و شما ملتفت نباشید. این الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. بیگمان آنانی که در حضور پیامبر خدا آواز خود را پست می کنند کسانی اند که خداوند دلهایشان را به پرهیزگاری آزموده است. برای ایشان آمرزش و مزد بزرگی است. این الذین ینادونک من ورائی صدرات اکثرهم لا یعقلون. بیگمان آنانی که تو را از ورای حجره ها صدا می کنند اکثر ایشان بی عقلند. ولو انهم
صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اگر واقعا ایشان صبر می کردند تا تو نزدشان بیرون می شدی برایشان بهتر بود. خداوند آمرزنده و مهربان است. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. ای مؤمنان اگر فاسقی خبری با شما بیاورد در مورد آن تحقیق کنید، مبادا مردم را نادانسته زیان رسانید و بعد از آن برکرده خود پشیمان شوید. واعلموا ان فیکم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله علیم حکیم. بدانید که پیامبر خدا در میان شماست، اگر او در بسیاری از امور از شما پیروی کند یقینا به مشقت دچار می شوید، مگر خداوند ایمان را نزد شما محبوب گردانید و آن را به دلهای شما زیبا جلوه داد و برای شما کفر فسق یعنی فجور و نافرمانی را منفور قرار داد و چنین مردم هم ایشانند رهیاب. اینها فضلی است از جانب خدا و نعمتی و خداوند دانا و با حکمت است. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اگر دو گروه از مسلمانان با یک دیگر با مقابله برخیزند در میانشان صلح کنید، اما اگر یکی از ایشان بر دیگری تجاوز کرد با دسته ای که تجاوز می کند مقابله نمایید تا به حکم خدا بازگردد. چون بازگشت پس میانشان عادلانه صلح برقرار نمایید یعنی عدالت ورزید. بیگمان خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حقا که مؤمنان برادر یک دیگرند، پس بین برادران اصلاح نمایید و از خدا بترسید تا باشد که مورد رحمت قرار داده شد. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ای مؤمنان هیچ گروهی از شما گروه دیگر را تمسخر نکند، شاید آنها از اینها بهتر باشند، و نه هم گروهی از زنان گروه زنانی دیگر را تمسخر کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند. و عیب یک دیگر را مجوید و نه هم بر یک دیگر لقبهای بد بمانید. چی بد است نام فسق بعد از ایمان، و کسانی که توبه نکنند هم ایشانند ستمگار. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن
حظ الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ای مؤمنان از بسیاری گمانها خودداری ورزید واقعاً بعضی از گمانها گناه است و هرگز بعضی شما تجسس عیب بعضی دیگر را مکنید و نه هم بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت کند آیا یکی از شما خوش دارد گوشت برادر خود را که مرده است بخورد؟ واقعاً از آن احساس کراهیت می کنید از خدا بترسید حقاً که خداوند توبه پذیر و مهربان است يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم این الله علیم خبیر ای مردم بیگمان شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را نژادها و قبایل گردانیدیم تا یک دیگر را بشناسید بیگمان گرامی ترین شما در نزد خدا پرهیزگارترین شماست حقا که خداوند دانا و آگاه است قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم بادیه‌نشینان گفتند ایمان آوردید و ایشان بگو ایمان نیاوردید بلکه بگوید گردن نهادید و هنوز ایمان به دلهای شما وارد نشده است و اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید چیزی را از اعمال شما کم نمی کند بیگمان خداوند بخشاینده و مهربان است انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون واقعا آنان مؤمنند که به خداوند و پیامبر او ایمان آوردند و سپس به شک نیفتادند و به مال و جان خود در راه خدا جهاد کردند هم ایشانند راستگوی و راستکار قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شيء عليم بگو آیا خدا را از دینداری خود آگاه می‌گردانید در حالی که خداوند تمام چیزهایی را که در آسمان‌ها و در زمین است می‌داند و خدا بر هر چیز داناست یمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين بر تو در مورد مسلمان شدن خود منت می گذارم بگو بر من در مورد مسلمان شدن خود منت ننهید بلکه خداوند بر شما منت می نهد بر اینکه شما را به سوی ایمان هدایت کرده است اگر راستگو هستید إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بیگمان خداوند اسرار پنهان آسمانها و زمین را می داند خداوند به آنچه می کنید بیناست بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره
قاف والقرآن المجيد قاف وسوگند قرآن مجید کی تو پیامبری بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ولی ایشان از این در شگفت شدند که به ایشان از میان خودشان بیم‌دهنده آمد کافران گفتند این چیزی عجیبی است اذا متنا و کنا ترابا ذلك رجع بعید آیا چون بمیریم و خاک شویم باز زنده می شویم این بازگشتنی است دور از عقل قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بیگمان ما آنچه را زمین از وجود آنها کم می کند می دانیم و در نزد ما کتابی است که هر چیز در آن محفوظ است بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج بلکه حق را که به ایشان آمده بود دروغ وانمود کردند پس ایشان در امر حیرت آور گرفتار شدند افلم ینظروا الی السماء کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج آیا به سوی آسمان بالای سر خود نگاه نکردن؟ آن را چگونه بنا کردیم و مزین ساختیم و در آن هیچ شکافی نیست؟ والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج و به زمین متوجه نشدم که آن را گسترش دادیم و بر آن کوههای شامخی قرار دادیم و در آن هر جوره رویدنی های تر و تازه را رویانیدیم تبصرة و ذکرا لكل عبد منیب این تبصره است و یادآوری برای هر بنده خدا جوی و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصید والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا ذلك الخروج از آسمان آب پربرکتی را فرود آوردیم و با آن باغها و دانه های درو شده رویانیدیم نخلستان های با ساقه های بلند و با خوشه های انبوه و تو در تو به حیث روزی برای بندگان و با وسیله این آب سرزمین خشکیده و پژمرده را زنده گردانیدیم و بیرون شدن زندگی بعد از مرگ نیز این چنین است كذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط پیش از ایشان قوم نوح اصحاب رس ثمود عاد فرعون و برادران لوط پیامبرانشان را تکذیب کردند و اصحاب الایکه و قوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد ونيز اصحاب ايكا وقوم تبع هر يكي ايشان پیامبرانشان را تکذیب کردند سپس وعده عذاب در مورد آنها تحقق پذیرفت افعلينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد آیا ما در آفرینش اول عاجز مانده بودیم بلکه ایشان از آفرینش نو در ترددند ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید
بیگمان ما انسان را آفریدیم و با وسوسه هایی که خودش به خاطر خود می آورد آگاهیم و ما به او از شارگ جان او نزدیکتریم. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. به خاطر بیاور که دو فرشته فراگیرنده از راست و چپ نشسته اند. ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان هیچ سخن را تلفظ نمی کند مگر اینکه نگهبانی برای ثبت اعمال نزد او آمده است. و جاءت سکرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. و تلخی جان کندن براستی فرا رسید، این چیزی بود که از آن کناره می گرفتی. و نفخ فی الصور ذلك يوم الوعید. و آنگاه در سور دمیده می شود، این است روز بجا شدن وعده عذاب. و جاءت كل نفس معها سائق و شهید. هر کسی که می آید با او راننده است که او را به میدان حشر می راند و نیز گواهی است. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. به او گفته می شود حقا که تو از این غافل بودی، اکنون از تو پرده غفلت تو را برداشتی و امروز چشم تو تیز بین است. و قال قرینه هذا ما لدی عتید. همنشین او می گوید این است چیزی که نزد من آمده است. القیا فی جهنم کل کفار عنید من ناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع الله اله آخر فالقیاه فی العذاب الشدید. به ایشان گفته می شود هر ناسپاس سرکش را به دوزخ اندازید، هر مانی خیری متجاوزی و شکاکی را، هر کس را که با خدای برحق معبودی دیگری را شریک آورده، پس او را به عذاب شدید اندازید. قال قرینه ربنا ما اطغیته ولكن كان فی ضلال بعید. همنشین او میگوید پروردگار ما من او را به سرکشی وا نداشتم بلکه او خودش به گمراهی زیادی به سر می برد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. خداوند میگوید در حضور من با هم مشاجره نکنید، من پیش از این شما را وعید یعنی وعده عذاب داده بودم. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. چیزی که گفته شده در نزد من تغییر نمی کند و من بر بندگان خود هرگز ستمگار نیستم. یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. روزی که به دوزخ می گوییم آیا کاملا پر شده ای؟ به جواب می گوید آیا چیزی زیاد بر این هست؟ و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. بهشت برای پرهیزگاران آورده می شود به فاصله نچندان دوری. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. آنگاه گفته می شود این است آنچه با شما وعده می شد به هر خدا جوی خیشتن داری. من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود.
کسی که از خدای رحمان نادیده می ترسد و در این میدان با دل خدا جو آمده است و ایشان گفته می شود به سلامتی به بهشت درآیی، این است روز جاودانی. لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید، در آنجا آنچه بخواهند برایشان حاضر است و نزد ما افزون بر آن نیز هست. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا فی البلاد هل من محیص، پیش از ایشان چی تعداد از نسلهای را که از ایشان در قوت خود شدیدتر بودند هلاک کردیم، آری ایشان به شهرها در جستجوی پناهگاه ها برآمدند، مگر آیا گریزگاهی بود؟ این فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، بیگمان در این پندی است برای کسی که صاحب دل باشد یا گوش فرانهد و متوجه باشد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، بیگمان آسمان و زمین و همه چیزهایی را که در میان آنهاست در شش روز آفریدیم و برای ما هرگز خستگی دست نداد. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، پس بر آنچه میگویند صبر کن و پروردگارت را پیش از آفتاب برآمد و پیش از غروب به پاکی یاد کن. و من الليل فسبح و ادبار السجود، و نیز در بخشی از شب او را به پاکی یاد کن و بعد از سجده نیز. و استمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج، به آواز آوازدهنده گوش فرادی، روزی که از جای نزدیک صدای خیش را بلند می کند، روزی که به حق آن آواز را می شنود، آن روزی رستاخیز است. اینا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، بیگمان ما زنده می گردانیم و می میرانیم و به سوی ماست بازگشت، روزی که زمین از کالبدهای ایشان شگافته شده و شتابان از آن براین، این حشر بر ما آسان است. نحن اعلم بما یقولون و ما انت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ما آنچه را آنها میگویند بهتر میدانیم، تو ایشان را به اجبار به عقیده اسلام وادار نمی کنی، از این روز صرف همان کسان را به قرآن پند بده که از وعید عذاب میترسند. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. و الذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق و این الدین لواقع، سوگند به بادهای پراگنده سازنده که هر چیز را به گونه پراگنده می سازند، باز به بردارندگان بار سنگین، باز به روان شوندگان به آسانی، باز به تقسیم کنندگان به امر خداوند، بیشک چیزی که به شما وعده می شود راست است، بیگمان جزای اعمال صورت گرفته نیست.
و السماء ذات الحبک اینکم لفی قول مختلف یؤفک عنه من افک. قسم به آسمان و مسیرهای هماهنگ و منظم آن که شما واقعا در گفتاری مختلفی هستید و باز داشته می شود از او حق کسی که از هدایت باز داشته شده است. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. کشته شوند این دروغگویان، آنانی که غرق بی خودی خویشند، میپرسند روز جزا چی وقت است. یوم هم علی النار یفتنون، روزی که به آتش دوزخ سوختانده میشوند. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. جزای شرارت خود را بچشید، این بود چیزی که به آن عجله می کردید. ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین. بیگمان پرهیزگاران در باغها و چشمسارها قرار دارند و چیزی را که پروردگارشان به ایشان ارزانی کرده و کمال رغبت میگیرند. واقعا ایشان پیش از این روز نیکوکار بودند. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ایشان لحظات کمی از شب می خوابیدند و باز در سحرگاهان آمرزش خواهی می کردند. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، و در اموالشان حق تعیین شده بود برای سوالگر و نیز برای بی بهره، یعنی محتاجی که از سؤال خودداری می کند. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. در زمین نشانه هایی است برای باورمندان و نیز در خود شما، پس نمی بینید. وفي السماء رزقكم وما توعدون، و روزی شما در آسمان تعبیه شده است و نیز آنچه به شما وعده داده می شود. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. آری و قسم به پروردگار آسمان و زمین که بیگمان این حق است، درست مانند این که شما سخن می گویید. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين، آیا به تو داستان مهمانان گرامی ابراهیم رسیده است؟ اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. چون بر او وارد شدند و گفتند سلام، ابراهیم گفت سلام. او با خود گفت مردم ناشنایی. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین فقربه الیهم قال الا تأکلون. سپس به سوی خانواده خود رفت و گوساله فربه بریانی را آورد. آنگاه این طعام را به ایشان نزدیک کرد و گفت چرا نمی خورید؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. از ایشان احساس ترس کرد، گفتند ما ترس، و او را به فرزند فرزانه مژده دادند. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. در این وقت زنش در حالی که با تعجب فریاد می زد به پیشانی خود زد و گفت پیرزن نازای صاحب اولاد می شود؟
قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. گفتند پروردگار تو چنین فرموده است و او صاحب حکمت و داناست.